شما برای طالبان نامه سر گشاده نوشتین و دو سال قبل نیز نامه نوشته بودین. آیا طالبان به نامه اخیر شما پاسخ دادن؟ No, not directly. I don't expect... نه، به طور مستقیم به من پاسخ ندادند و از آنها این انتظار را هم ندارم. البته بعد از چند روز از نامه من، ملا برادر نامه ای سرگشوده ای را برای مردم امریکا نوشت. نمیدانم این نامه پاسخ به نامه من بود یا خیر. در محتوای نامه شما مسئله مهم آن تمدید 6 ماه میاد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است. به نظر شما این مسئله یکی از موضوعات مهم مطرح و مهم در پروسه صلح افغانستان است؟ No, of course not. The only issue. نه خیر، تنها این مسئله نیست، بلکه این مدت زمان برای امریکا فرصت آن را می دهد که به این مسائل رسیدگی نماید و از سوی دیگر مسئله راه حل سیاسی و آتش بس نیز اهمیت دارد. طالبان بارها آتش بس را رد کردند. ناتو و جامعه بین‌المللی از آنها خواهان آتش بس فوری شدند، اما طالبان مذاکرات با حکومت افغانستان را نیز ترک کردند. به نظر شما حکومت بایدن برای تغییر رفتار آنها چی باید بکند؟ فکر نمی کنم بایدن این کار را بکند، اما می دانید که روسیه تقاضای یک نشست بین المللی در این نزدیکی ها را کرده است که در آن ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، پاکستان شامل باشد و امیدوارم که ایران نیز در آن شرکت کند. اگر آنها یک موقف واحد را اتخاذ کنند این مسئله کمک خواهد کرد. از جانب دیگر فکر نمی کنم طالبان با فشار بر خود آتش بس را بپذیرند. آنها برخی شرایط را خواهند داشت و من فرض می کنم که آنها چیزی را در بدل آن تقاضا خواهند کرد. متاسفانه آنها تا اکنون نگفتند که شرایطشان چی است و برخی مردم روی یک حکومت موقت گمان زنی می کنند، ولی غنی معلوم دار آن را رد کرد و آنها تا جایی که آگاه هستم چنین چیزی نخواستند. جنرال میلر اخیرا گفته است که طالبان در زمستان حملات خود را بیشتر ساختند که قبلا این کار را نکرده بودند. به نظر شما خروج نیروهای آمریکایی ممکن به افزایش سطح خشونت ها بیانجامد؟ فکر میکنم که خشونت تنها برای آنها مطرح نیست. هرگاه نیروهای آمریکایی خارج شوند، طالبان ممکن از وضعیت به نفع خود استفاده کنند و قسمی که سخنگوی آنها اخیرا گفت زمانی که نیروهای آمریکایی بروند آنها با آتش بس چندین ماهه توافق خواهند کرد. اما نمیدانم که این کار را میکنند یا نه و واقعیت دارد یا خیر. اما مطمئن هستم که اگر ایالات متحده برای ماندن در افغانستان با مشورت حکومت افغانستان و بدون صحبت با طالبان تصمیم بگیرد، در آن صورت سطح خشونت ها به طور جدی از دو جانب به شمول امریکا بالا خواهد رفت. ناتو و ایالات متحده در قبال خروج نیروهای خود از افغانستان تصمیم مشخص نگرفتند و طالبان بر ایالات متحده بر عملی کردن تعهد موافقتنامه دوحه برای خروج نیروهای آمریکایی تاکید دارد. کارشناسان و جامعه بین‌المللی نگرانند که افغانستان نباید به پناهگاه امن دهشتگران مبدل شود. نظر شما چی است؟ طالبان به تعهداتشان طبق موافقتنامه دوحه عمل نکردند و ایالات متحده نیز از افغانستان خارج نشده است. به همین خاطر دو طرف میگویند که جناح دیگر تعهدات خود را عملی نکرده است. تأسف اینجاست که من معتقدم که میانجیگر سوم میتواند با هر دو جانب صحبت کند و کوشش کند که این موضوع را حل کند. اگر آنها میخواهند که این موضوع حل شود و بعد حداقل آنها روی آن چه با یکدیگر روی آن مخالفند و موافقت برسند. What has to be done? برای آوردن طالبان به میز مذاکره با حکومت افغانستان چی باید صورت گیرد و حکومت بایدن برای اثر گرفتن مذاکرات صلح افغانستان چی اقداماتی باید بکند؟ طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان بر نمی گردند تا زمانی که آنها با ایالات متحده روی خروج نیروهای آمریکایی به توافق برسند. طالبان همیشه گفتند که شرط مذاکره با حکومت افغانستان و حامیان آن خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. هرگاه برای خروج نیروهای آمریکایی توافق صورت نگیرد، مطمئن هستم که آنها مذاکرات با حکومت افغانستان را متوقف می‌سازند و بار دیگر جنگ علیه نه تنها حکومت افغانستان بلکه ناتو و ایالات متحده را آغاز می‌کنند. طالبان مسئولیت کشتار هدفمند افغان‌ها را به دوش نگرفتند، اما حکومت افغانستان آنها را متهم می‌سازد. شما هم به این مسئله در نامه خود اشاره کردید. به نظر شما کیها در عقب این عملیات هدفمند و گسترش حراس در جامعه افغان هستند؟ شاید توسط افراد مشابه این کار شده باشد. یکی از ترورهای اولیه ترور وحید مژده بود که یکی از افرادی بود که از طالبان تا حدی حمایت میکرد، اما بعدا ترور افراد مخالف با طالبان آغاز شد و هفته قبل دو استاد فاکولته شرعیات کشته شد. رئیس جماعت اسلامی ترور شد. همینطور خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر در کشتارهای هدفمند شاملند که این مسئله بسیار اغوا کننده است، چون این کشتارها طرح مشخصی ندارند که به
بتوان گفت کی در عقب آن است. من معتقدم که طالبان در عقب برخی از این ترورها هستند، ولی نه در عقب تمام آنها. هیئت طالبان با مخابرات روسیه بارها ملاقات کردند. به نظر شما روسیه با دیپلماسی با طالبان چی هدف دارد و تا چی حد بر روند صلح افغانستان تاثیرگذار است؟ طالبان اخیراً به روسیه سفر کردند و آنها همین طور به ایران رفتند. البته که هیئت آنها از دفتر سیاسی دوحه به پاکستان نیز به پاکستان برگشتند. آنها با همه در منطقه مشوره می کنند. فکر می کنم که ایران و روسیه به خصوص بسیار نگران هستند و بخواهند امریکا افغانستان را ترک کند. گرچه آنها امیدوارند که این خروج نیروهای آمریکایی طوری صورت گیرد که ثبات کشورهایشان را به مخاطره نیفکند و باعث مشکلات بیشتر نشود. به همین خاطر فکر می کنم روسیه امیدوار است که با ایالات متحده روی خروج عساکرش از افغانستان، اگر ایالات متحده موافقه کند، همکاری کند. هرگاه ایالات متحده بدون مشورت با کشورهای منطقه و طالبان تصمیم بگیرد و با مشورت با حکومت افغانستان مدت زمان حضور عساکر خود را تمدید کند، در آن صورت روسیه و ایران علیه آن واکنش نشان خواهد داد. آنها در آینده نزدیک در مسکو یک ملاقات را دارند تا ببینند که آیا می توانند روی آنچه باید در این مورد انجام دهند به موافقه برسند یا خیر.